نگرانی از شیوع سویه‌ای تازه از ویروس کرونا، به صدا در آمدن زنگ خطری تکراری پس از مرگ میلیون ها نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 در سراسر جهان. حالا نوبت به سویه‌ای رسیده به نام اومیکرون با جهش‌های فراتر از انتظار دانشمندان. ایران هم که 5 پیک همگیری را پشت سر گذاشته و در این 2 سال با کمبود واکسن و کندی روند واکسیناسیون روبرو بوده، نگران ورود سویه اومیکرون از آفریقای جنوبی است. وزیر بهداشت آفریقای جنوبی اعلام کرد که یک ویروس جدیدی رو کشف کردن، یک ویروس جدیدی وارد شده. ما این رو به شدت داریم رصد میکنیم. 2 ویژگی رو برای این ویروس قرار دادن، که قابلیت انتقال بالا، موتاسیون فراوانی که انجام میده و اینکه از سیستم ایمنی میتونه که گریزان باشه. به هر حال این داره رصد میشه. مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت ورود افراد غیر ایرانی از 6 کشور به ایران را ممنوع اعلام کرده. با این حال رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گسترش دامنه نظارت بر پروازهای ورودی به ایران را ضروری می‌داند. نگرانی باید پروازهای غیر مستقیم از آفریقا باشه، که اشاره فرمودین چون خیلی کسایی که میان ایران وارد میشن از آفریقا ممکن از مبدأ امارات یا کشورهایی باشن که در واقع پروازهای کانکتین دارن. اینو به هر حال بهش توجه بیشتر باشه. دولت که در حوزه بهداشت با کمبود جدی نیرو روبروست، فعلا همراه داشتن کارت واکسن برای مسافران را الزامی کرده و افرادی که دارای علائم ابتلا باشند را قرنطینه می کند. اینها در حالی است که به گزارش وزارت بهداشت تنها حدود 47% پروتکل‌های بهداشتی در میان مردم رعایت می شود که نگران کننده است. و این نگرانی زمانی تشدید می شود که سویه جدید کرونا شباهت چندانی با ویروس اصلی ندارد. سازمان بهداشت جهانی تأکید کرده که فعلا این سویه ناشناخته است. این سویه جهش های زیادی داشته و بعضی از این جهش ها ویژگی های نگران کننده ای دارند. در حال حاضر مطالعات زیادی در دست هست. در آفریقای جنوبی و کشورهای دیگه کارهای زیادی در حال انجامه. تا خود این سویه از نظر سرایت، شدتش و هر اثری بر اقدامات متقابل ما مثل تشخیص، درمان یا واکسن بهتر فهمیده شه. فعلا اطلاعات کمی داریم ولی مطالعات در حال انجامه. بسیاری از کشورها پرواز از جنوب آفریقا را که منشأ سویه جدید کرونا است موقتا متوقف کردند. حالا بریتانیا، آلمان و ایتالیا هم به جمع کشورهای پیوستند که سویه جدید کرونا در آنها دیده شده، در کنار جمهوری چک، بلژیک، اسرائیل، هنگ کنگ و چند کشور جنوب آفریقا. تازه ترین نمونه هم در هلند، عده‌ای که 2 روز پیش از سفر به آفریقای جنوبی بازگشتند، به همین سویه جدید مبتلا شدند. اینجا فرودگاه اسخیپل آمستردام. مبتلایان به سویه اومیکرون در میان 61 مسافری هستند که پاسخ تست کروناشان مثبت اعلام شده. هلند مقررات سختگیرانه‌ای برای مقابله با همه‌گیری کووید 19 وضع کرده. پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی باقی است و روشن نیست که این همه‌گیری سرانجام چه زمانی گریبان 4 سوی جهان را رها خواهد کرد. علی خردپیر، بی بی سی.